امروز بچه‌ها قراره یه کاری انجام بدیم که قبلاً هیچ وقت اون کار انجام نداد. شاید الان خودتون می‌پرسین که مشتاق دقیقاً می‌خواد چیکار کنه. البته خب روی تایتل و تامنل اینا که دیدین دیگه دقیقاً موضوع این ویدیو چیه. بچه‌ها رو دارم زر اضافی می‌زنم. خلاصه امیدوارم همچه خوب پیش بره، فقط که بریم داخل برشیم، یعنی بریم که اول دانلودش کنیم و بعد بریم داخل برشیم. یادتون نره حتما داره لایک کنین، کانال سابسکرایب کنین، زنگوله رو به سر در بیارین، اینستاگرام رو که بچا این یا این بالا میاد حتما. اصلا این چیزا دیگه نیاز نداره بگم، این چیزا دیگه نیاز نداره، خودتون میدونین دیگه قراره با چیکار کنین. لایک کردن بچا حتما ویدیو بذارین و خلاصه بریم بچا پی سی رو باز کنیم ببینیم این کلش اف کلنز اصلا چه جوری باید دانلودش کنیم. پس لتس گو بلو استیکس و انتر. اینجا چی اومده؟ دانلود. خب بچه بریم اینجا دانلودش. و اینکه چرا دو تا ورژن داریم بچه ها؟ من یه بار تو این سایت اومده بودم ولی مطمئنم که بچه ها فقط یکی بود. الان اینجا ما یه بلو سیکس 10 داریم، یه بلو سیکس 5 داریم، من کدومش رو دانلود کنم؟ 2000 years later. جهنم و ذره. بریم این یارو چیزا رو دانلود کنیم، من از این بچه خیام راحت تر. بریم 10 رو دانلود کنیم، شاید جدیدتر باشه، نمیدونم دقیقاً چه فرقی داره. آقا بریم دانلود کنیم چه جوریه. خب بچه ها بالاخره من این چیز لعنتی رو اینستالش کردم، یکم طول کشید، نمیخوام دروغ بگم، فکر کنم 3-4 دقیقه طول کشید این پروسش، ولی خب دانلود شد. الان فکر کنم بچه کاری که باید کنیم، باید بریم اینجا توی پلی استور، یعنی همون مثل همون گوگل پلی خودمون رو کلش آف کلنز اینجا دانلود کنیم. بریم اینجا بنویسیم کلش آف کلنز و انتر و هولی شت بچه ها این فکر کنم اومد. یعنی حاجی این اگه دانلود بزنیم اینستالش کنیم، یعنی این اگه دانلود بشه ما بتونیم با کیفیت درست حسابی 10%، 21% و 33%، یعنی اگه بتونیم با کیفیت درست حسابی بازی کنیم خیلی جالب میشه. منظورم اینه که مثلا لگ نکنه، نمیدونم کیفیتش مثل این گوشی‌های چجوری نوکیا نباشه، نوکیا 2012 نباشه. خیلی امیدوارم خدایی بکنه خوب باشه. خب اینو بچه‌ها الان دانلود شد، 89% اینستال و بریم وارد اکانت و اینا میشیم. هولی شت، بزنیم اوپن. هولی شت، امیدوارم تو رو قرآن، تو رو قرآن خدا وکیلی کیفیتت خوب بود. فقط کیفیتش تو الان که خیلی خوب بوده به نظر من. آره بچه اینجا اومد، ویلکام چیه، وی هاف بین ویتینگ فور یو. بله آقا ما این کارا رو انجام داریم تو این مینی اکانتمون. الان بچه بریم اینجا و آره بچه اینجا سوپرسل آی دی میتونیم اینو وارد اکانت خودمون شیم، یعنی به اکانت خودمون وصل کنیم. بچه ها بریم وارد اکانت اصلیمون شیم و تا اینجا که بچه ها به نظر من کیفیت ایناش خدا وکیلی خوب بوده، بد نبوده. حالا امیدوارم تو بازی مثلا موقع اتک مساج زدن لگ مگ نکنیم، ولی بریم بچه وارد اکانتمون شیم ببینیم چه چجوریه. خب بچه الان اکانتمون زدم و امیدوارم که بره داخل اکانتمون و بله اکانت خوشگل عزیزمون بچه اینجا هستش در خدمتمون و اینو بزنه چجوری. آها فول اسکرین بچه، عجب کیفیتی داره ناموسن، هولی شت. من حتی فکرشم نمیکردم اینقدر کیفیت این خوب باشه تو پیسی، یعنی فکر میکردم خوب باشه، ولی خب این گیمینگ پیسی نیستش بچه، این پیسی کاریه که مثلا من دارم. ولی هولی شت آقا اینا رو بریم کالکتشن کنیم، پشمام بریم اینجا ببینیم چه جوریه. ساوند افکت و اینا رو آره میتونیم کم زیاد کنیم، خیلی خوبه خدا وکیلی. بریم اینجا ببینیم واسه چه خبر. میگم بریم یه اتک بزنیم ببینیم چه جوریه با اتک لاوالون اونم، یه اتکی که باید سریع مثلا کار کنیم. من که بار اولمه با موس و کیبورد، یعنی اینجا بچه یه موس با چیز خودش دارم بازی میکنم. بچه ها الان بعد سالها آقا من میگم این بیسه پیدا کردیم، خب من میگم ببینیم همین اتک بزنیم. خدا وکیلی ببین اینم من فکر نکنم بتونم استاره کنم اونجوری که، چون قبلا بچه بازی نکردم و الان مثلا بخوام این چیزا رو عوض کنم هی باید این بری کنم اون بری کنم. من میگم بریم همین بیس اتک بزنیم. این بلیزارد اگه بتونیم از اینجا استارت کنیم خیلی خوبه، اگه بتونیم این بلیزارد اینجا بذاریم که کوین موین اینا همه رو بتونم برم بزنن عالی میشه. خب بچه اتک رو از اینجا شروع میکنیم، یه لاوا ننداخت که یه لاوا بچه اینجا میدونیم. هولی شیت بچه لیتس گو داریم انجامش میدیم. بیام اینجا، یک ساعت طول میکشه واقعا این کار رو انجام بدیم. یه دونه اینه اینجا بندازیم ریجر رو، یه اسپل اینویزیبیلیتی هم بچه ها واسه سوپر ویزاردامون که بیان حداقل این کوین طرف رو بزنم با این دوتا اینفرنو، خیلی خوب میشه. سوپر ویزاردای عزیز اگه زحمتی نمیشه دیر انداختن، نه ریدم بچه ریدم اول کاری خیلی سخته حاجی واقعا با پی سی اتک زدن، یعنی با موس بار اول هم دیگه. البته بچه حق دارم دیگه، حق بهم بدین دیگه، نامردی نکنیم. خب بچه ها اتک که ریدیم، خب من میگم از اینجا شروع کنیم با یه آیس گولم و یه کوین، یه بیبی دراگ هم میگم این بالا بندازیم، یعنی بچه واقعا ریدن در حد المپیک. توی کسترش هم یه دراگون رایدر داشتش، ولی خب میدونی یه چیز جالبی داره پی سی اتک میزنه اینجوری صفحه بزرگه، قشنگ میتونی همه چی رو ببینی کاملا. کوینمون بچه ها اینجا کلن کستر یارو باید بزنه. اوه 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 حاجی کوینمون ریده شد بهش، اصلا بچه اتک خراب شد کلا. اولین اتکمون میتونم بچه به جرئت بگم زیاد اتک زیبایی نبود. اینجا بچه بریم بالونا رو بندازیم اینجوری به این صورت، نباید اتکی به نظرم اگه مثلا یه الکترو دراگون اتکی بچه چیزی بود خیلی راحت تر بود.
مطمئنا بریم اینجا چند تا بالون دیگه هم بندازیم. خب بریم این ایگرشو بچه‌ها فریزش کنیم. اسپر سرعت اینجا بندازیم، یه اسپر سمم رو این بی پدر و مادر. قدرت بچه من نمیدونم دارم چیکار میکنم. خب اینجا الکی نمی مسخره کنیم، من نمیدونم قرار دارم چیکار میکنم، فقط امیدوارم بتونیم یه ستاره یا یارو بگیریم، حداقل کاپ ازمون کم نشه. به غیر این دیگه بچه دقیقا نمیدونم چیکار میکنم. دو تا اتانتر رو از اونجا خالی میکنیم، مینینا رو مثلا یادم رفته بود بندازم. بچه همونطور که مینی اتک رو ریدیم دیگه، اتک رو ریدیم، ستاره هم نگرفتیم. حالا بذار ببینم میتونیم یکم درصد چی هم که درصد هم که نمیتونیم بردیم. بچه ها اول اتک اون متاسفانه خیلی خوب پیش نرفت، خدا وکیلی سخت بود، ولی واقعا به نظرم با پی سی بچه ها خیلی فرق داره، با پی سی خیلی فرق داره به نظر من. ناموسن این طرف هم یه اتک بزنیم دیگه. حالا تا اینجا اومدیم ببینیم اینجا میتونیم یه وین بگیریم یا نه، واقعا جالبه. خب اتک جاینتا رو بچه ها از این بالا به نظر من شروع کنیم. خب بعد میام اینجا این بربرا رو بچه ها میندازیم، اینا رو که انداختیم میام بتل ماشی رو میندازیم، قدرتش رو بچه ها میزنیم. بله والبرکر هم بچه یادم رفت بیارم، با آرچر عوض کرده بودم امروز داشتم اتک میزدم، یادم رفت بیارمش و فکر کنم یه اتکرم. بچه کلن با پی سی زیاد برای بار اول فکر کنم چیز خوبی نداشتیم، بچه رابطه خوبی نداشتیم. بریم اینو بزنیم یه خورده. میدونی چرا؟ چون دستم کنده، بعد خیلی از تمرکزم بیشتر روی چیه، مثلا روی موس و این حرفای به خاطر همین. ولی بچه به نظرتون اگه دوست داشتین بیشتر از پی سی بذارم حتما تو قسمت کامنت ها بنویسین، چون من نظرم باحاله، یعنی میارزه من بیشتر شروع کنم بازی کردن رو پی سی که بیشتر مثلا یاد بگیرم بازی کردن باهاشو. و شاید هم دیدید تونستیم یه استریم بریم، نمیدونم آخه من فکر کردم که خیلی بدتر باشه کیفیت میفیدش، ولی خب اینجوری که الان میبینم کیفیتش به نظر من برای استریم اینا خیلی خوبه، کیفیتش دقیقا مثل موبایل و این حرفایی که مثلا همیشه خودمون بازی میکنیم. 66% بچه زدیم و بله آپان رو تیزده دقیقا بچه اصلا همیشه من تین بیلر برسل نه چی میگه. خب اینه که ولش کن. او بردیم چون اولین وین، اولین برد پی سی مون رو گرفتیم که یارو 68% زده بود، ولی یه ستاره که رید من 66% دو ستاره زده بودم. این من میگم از این بالا بهش اتک بزنیم خوبه، نه از این بالا اتک بزنیم که سریعتر این اسپلش دیفنساشو بزنیم و بین ببریم، بعدا ننکرم بریزن قدرت اینو بچه بیم بزنیم. بعدش اینه که بچه ها هنوز کاشون بلد نیستن کاملا، یکم خیلی یعنی یکم که نه خیلی طول میکشه دستم مثلا بیاد روی این چیزا، دستم بیاد روی مپ و این حرفاش. خب این قدرت اینو بزنیم اینجا، بریم این بر. حالا خوب موثر داشتم بچه ها، چون شاید خیلیاتون بدونین شاید هم خیلیاتون ندونین، حالا نمیدونم چند وقته دارین بچه کانال رو تماشا میکنین. من فورتنایت اینو یه مدت خیلی بازی میکردم، استریم حاجی ریدیم کلا اتکر فکر کنم یه ستارم نشه، چقدر 43% زدیمش شت و بردیم بچه ها. ایول دومین برد این ویدیو رو بچه گرفت. خب دیگه خلاصه بچه فکر کنم دیگه پایان ویدیو رسیدیم. حالا من اگه بخوام نظر خودمون بگم به نظر من واقعا عالیه، خیلی حال میده بچه تو پیسی بازی میکنیم. حالا من شاید از این به بعد یکم بیشتر ویدیو بذارم از بازی کردن تو پیسی و شاید هم یه استریم کنم، نمیدونم دقیقا حالا اگه استریم کنیم بازی لگ میکنه یا نه، ولی خب اول باید یاد بگیرم از این حالت نوب سگ بودن تو پیسی در بیام. ولی واقعا عالی بود، یعنی کیفیت جالب بود و برای اولین بار بازی کردن به نظرم حرف نداشت نواز کیفیت و این. اوکی بچه ها همطور که ببینید دیگه پانه ویدیو رسینه و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه ها اگه ویدیو رو دوست داشتین یارتون نره حتما این لایک رو بزنین بچه ها. این لایک بچه ها خیلی واقعا به من انرژی میده، پس لایک رو بزنین دیگه، خدا وکیلی کاری نداره. نظرتون رو بچه ها در مورد این ویدیو حتما تو قسمت کامنت ها بنویسین و خلاصه نکنم دیگه حرف خاصی برای گفتن مونده باشه، پس وقتش که ببینین تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.